نشست علمی روزانه آیت الله لزما صادق حسینی شیرازی روزهای پنجشنبه و جمعه 21 و 22 جمادی و ثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در این نشست فرمودند خدای عزوجل همه چیز را در اختیار چهارده معصوم علیهم السلام قرار داده است اما آنچه در اختیار ایشان قرار داده متعلق به خودشان نیست بلکه متعلق به خدای متعال است بنابراین خدای عز وجل هرچه دارد متعلق به خودش است و این فرق بین معصومین و خدای متعال است معظم الله در ادامه فرمودند در زیارت صحیحه امام حسین علیه السلام آمده است اراده خدا در مقدراتش اول بر شما وارد می شود و بعد از شما به سوی دیگری صادر می شود و در اینجا تاکید بر مقدرات امور الهی و نه شده است و در این زمینه روایات و دعاهای متعددی وارد شده است ایشان همچنین تاکید فرمودند معصومین علیه السلام توان انجام هر کاری را دارند اما این توان مربوط به خودشان نیست بلکه آنچه که دارند از خدای متعال است آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با درخواست برخی از حاجات از معصومین علیه السلام فرمودند اگر انسان در مواری مثلا خطاب به امام رضا علیه السلام بگوید که من را شفا بدهید هیچ اشکالی ندارد یا اگر خطاب به حضرت عباس سلام الله علیه چنین درخواستی کند اشکال ندارد چرا که این اختیار و قدرتی است که خدا به ایشان عطا فرموده است با هم فرمایشات آیت و لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم صنعه الله خدا هرچی داره مل خودشه تو این دعاهای هفته روزهای هفته دعاهای دیگه داره که خدا هر چی داره مالک من غیر تملیکه کسی تملیک نکرده به خدا اون چی که مالکه اما معصومین هر چی دارن خدا تملیکش میکرده با این فرق بله اشکال ندار چی؟ عرض کردم با این فرق که خدا مالک من غیر تملیکه ائمه علیهم السلام مالکن به تملیک الله